بعدا ان شاء الله به درد بخوره و موجبات خیر و برکت میشه. عرضم به حضورتون که ما در جلسه امروز این بخشی که بر عهده من گذاشتن بزرگواران ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت های دانش بنیان هست و اینکه چگونه شرکت های دانش بنیان میتونن وارد فضای کسب و کار بشن. خب اصولا ما یه قانون دانش بنیان داریم که از سال 92 اجرایی شده و در جمهوری ارزیابی میشن و بعد از اینکه ارزیابی شدن و احراز صلاحیت شدن یه پسوند دانش بنیان بهشون داده میشه. بنابراین اصولا ثبت شرکت دانش بنیان از ابتدا ما نداریم. حتما باید شرکت های وجود داشته باشن و این شرکت ها فعالیت های دانش بنیان بکنن. دقیقا مثل فرد میشه دیگه. ما کسی که فی‌البداهه هیچ کسی دانشجو نمیشه. ما افرادی داریم میرن کنکور میدن، درسی خوندن، تحصیلاتی انجام دادن، در اون کنکور موفق میشن و بعد میشن دانشجو. بنابراین برچسب دانش بنیان به موجودات واقعی و موجود زده میشه و نه اینکه از صفر کسی هنوز شرکت تأسیس نکرده باشه. قانون دانش بنیان مبتنی بر دو سه تا عاملی بود که خدمتون گفتم. اون تا بعد یه خورده جزئیات داره که اون جزئیاتش رو بحث سطح فناوری هست، رو بحث بله رو ثبت شرکت دانش بنیان گفتم نداریم. اصلا ما اصلا فرایندی به نام ثبت شرکت دانش بنیان نداریم. ثبت شرکت ها شرکت را ثبت میکنه، چه مؤسسه تعاونی باشه، چه سهامی خاص باشه، چه مسئولیت محدود باشه، چه مؤسسات غیر انتفاعی باشه. شما در اداره ثبت شرکت ها شرکت را ثبت میکنید با موضوع مشخصی که در اساسنامه میاد، کارکردی که داره، بر اساس اون موضوع لازم احتمالاً مثلا از بعضی جاهای مجوزهای ارائه بدید یا ممکن اصلا مجوزی نخواد، فقط شرکت ثبت میشه. این شرکت بعد از اینکه ثبت شد یه شناسه ملی گرفت میتواند بره ادعای دانش بنیان بودن بکنه. حالا اون فرآیندی که ادعای دانش بنیانش رو کجا باید انجام بده، چه جوری این ادعا بررسی بشه، مواردی هستش که ما امروز میخوایم تو این جلسه با هم بریم جلو. از ادمین محترم هم اگر سوالاشون رو دوستان همزمان بپرسن هم به نظر من اشکالی نداره، چون بحثمون میتونه خوب بره جلو، چون خیلی از دوستان ممکنه این مباحث رو قبلا شنیده باشن یا مطالعه کرده باشن یا کلیپ‌های دیده باشن و همزمان با صحبت و پرسش پیش بیاد. چون فرصت مکفی هم داریم میتونیم اینجا سوالا رو پاسخ بدیم. اگر پیشنهاد من اینه که اگر ادمین محترم اجازه بدن در حین صحبت ها بتونیم پرسش ها رو پاسخ بدیم. خب ما تو ویژگی های شرکت های دانش بنیان، خیلی ممنون، متشکرم. تو ویژگی های شرکت دانش بنیان یک نکته بود که گفته بود در حوزه فناوری برتر. این فناوری های برتر نیاز داره که یک ارزیابی روش انجام بشه. بعد ما نیاز داریم که خب یک وحدت رویه در کل کشور داشته باشیم که فناوری برتر چیست و چجوری میشه فناوری برتر رو تشخیص داد. همه این موارد دست به دست هم داده. ما یک مؤسسه شرکت های دانش بنیان در مؤسسه نه یک مرکز شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شده که این مرکز وظیفش ارزیابی شرکت هایی است که ادعای دانش بنیان دارن. یکی از آیتم هایی که اونا بررسی میکنن سطح فناوری است و خب سطح فناوری ما تعاریف خیلی زیادی داریم در دنیا رو بحث سطح فناوری. مهمترینش رو گروه شرکت کشورهای پیشرفت OECD دارن که اونجا اومدن تکنولوژی رو دسته‌بندی کردن و ما تقریبا رفتیم همون الگو رو برداشتیم. تکنولوژی های سطح بالا، تکنولوژی های متوسط به بالا، تکنولوژی متوسط، تکنولوژی متوسط به پایین و تکنولوژی پایین. یک تقسیم بندی علاوه بر این هم هست و تکنولوژی های های تک که دیگه از اون بالا هم یه لول بالاتر هم هست،
به این موضوع اخیرا گنجانده شده توش، که های تک ها میشه تکنولوژی پیشانی. مثلا الان ترکیب نانو تکنولوژی و بایوتکنولوژی های تک، حوزه هوش مصنوعی، آی تی. خود آی تی معمولیش که الان تکنولوژی بالا حساب میشه، ولی های تکش میشه هوش مصنوعی و دیتا ماینینگ و مواردی از اینجا. بنابراین ما یه سطح فناوری رو باید توسط اون مرکز دانش بنیان ارزیابی بشه. حالا جزئیاتش رو من در ادامه میگم، یه خورده اینو اول بدیم چارچوب کلیش رو داشته باشیم. یه چیز دیگه که ارزیابی میکنن اینکه این شرکت چه تولیداتی رو داره انجام میده. بنابراین بررسی میکنن که این شرکت آیا تولید داره یا نداره. و نکته سوم که ارزیابی میکنن اینکه اصولا تولیدی که داره انجام میده، محصولی که داره انجام میده، آیا مبتنی بر تحقیق توسعه هست یا نه. ببینید پس عملا الان این اسلاید اگه دقت کنی، مرحله تولید، مرحله تحقیق توسعه، طراحی مبتنی بر تحقیق توسعه، و این اسلاید هم که سطح فناوری. سه تا از مهمترین چیزهایی که شما اگر یه شرکتی تأسیس کردید و خواستید برید دانش بنیان بشید، این سه تا نکته مهمه و تو ارزیابی ها میاد. سطح فناوری به این معنی هستش که شما یه محصولی که تولید میکنید، اصلا میشه روی این محصول ادعای دانش بنیان گذاشت یا نه. سطح تولید یعنی اینکه شما آیا به این مرحله رسیدید که این محصول رو تولید کنید یا الان فعلا هنوز نقشه رو کاغذه. و سطح تحقیق توسعه یعنی اینکه آیا این محصول و این نمونه که تولید کردید آیا مبتنی بر دانش خودتونه و خودتون این دانشش رو استخراج کردید و بهش رسیدید یا نه. این سه تا شرط ما در کنار هم باید داشته باشیم دانش بنیان میشه. خب شرط اول که سطح فناوری هست، ما نیاز داشتیم یه وحدت رویه در کل کشور داشته باشیم که بر اساس اون حق کسی ضایع نشه. شرکت ها و متقاضیان هم از قبل بدونن که اصولا به چه چیزی بایستی داشته باشن که بتونن دانش بنیان بشن. توی عرضم بزرگتون تو اسلاید ما سه تا شرط اینجا میبینیم، ولی قبل از اینکه این سه تا شرط رو من خدمت شما توضیح بدم، خود معاونت علمی ریاست جمهوری یک چیزی به عنوان فهرست کالا و خدمات دانش بنیان منتشر کرد. تو فهرست کالا و خدمات دانش بنیان که 5-6 تا تا حالا ریورژن خورده و عرضم به حضورتون حوزه های مختلف تکنولوژی رو اومدن تو اون نوشتن، شرکت های یعنی کالاهایی که از نظر کشور کالای دانش بنیانه اونجا ارائه شده و به مخاطبین گفته شده. ببینید من الان دسکتاپم رو شیر میکنم خدمتون که این موضوع رو بریم و با هم دیگه یک بررسیش بکنیم. خب من دسکتاپ رو شیر کردم. ببینید دانش بنیان تو گوگل که بزنید به اینجا بینگ، فعلا این بروزر ما، سایت دانش بنیان میاد. توی سایت دانش بنیان ما یه قسمت ثبت نام و ارزیابی داریم که حالا اینا رو توضیح میدم خدمتون. یک لینک اینجا هست به نام فهرست کالا و خدمات دانش بنیان. این لینک رو که کلیک کنین، این توضیحاتی که من رو توی اسلاید آوردم اینجا هست، یک فایل پی دی اف اینجا گذاشتن که این فهرست کالا و خدمات دانش بنیان هست. الان بهار 1400 فهرست کالا و خدمات دانش بنیان شده، آخرین ویرایشش که ویرایش 8 هست. و حالا علاوه بر یک سری مقدماتی که اینجا گذاشتن، ببینید که در حوزه هایی که دانش بنیان مطرح شده، زیست فناوری هست، تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی هست، نفت و گاز و پتروشیمی، آی سی تی کلن و نرم افزار، برق و الکترونیک و سخت افزار، مواد پیشرفته و دارای 7 حوزه تکنولوژی رو توی این فهرست آوردن و گفتن تو این حوزه اگه محصول داشتید از نظر ما دانش بنیان هست.
یه سری جزئیات داره. تو ویرایش سوم بحث صنایع غذایی، فناوری آب خاک، دریایی، کشاورزی، دامپروری، دارویی و طب سنتی، فناوری های نرم هویت ساز فرهنگی و اینها هم اضافه شد. و نهایتا هم حالا اینجا تاریخچه ویرایش چهارم گذاشته، ویرایش پنجم و ششم، نهایتا ما وارد جداول میشیم که ویرایش هشتم. ببینید در این جداول ما یه دسته اصلی داریم که میشه 0-1 میاد و تا 9 میره. 9 تا دسته اصلی ما داریم: دسته فناوری کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، که اومده اینجا باز جزئیاتش رو گفته که مثلا در حوزه کشاورزی، فناوری، صنایع غذایی، مواد اولیه و فرمولاسیون غذایی میتونه جز دانش بنیان باشه، تولیدات گیاهی میتونه باشه، تولیدات دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل و گردافشان، محصولات مبتنی بر میکروارگانیسم. این دسته‌های کلی رو جزئیاتش بعداً هست. دارو، مواد پیشرفته، ماشینالات پیشرفته، تجهیزات پزشکی، سخت افزاری برق الکترونیک، لیزر، فوتونیک، کل حوزه های سی تی. یه حوزه خدمات تجاری سازی هم هست برای کسایی که دارن اینجور خدمات رو میدن، هم دانش بنیان هست. و این صنایع خلاق که در حوزه علوم انسانی و ارزم به حضورتون که حوزه تکنولوژی های نرم اصطلاحا هست. خب این حوزه، این نه تا حوزه کلیه که دیگه نهایتا در مثلا شما نفت و گاز و دریایی و اینها دیگه تو این ویرایش هشتم نیست. اینا عمدتا تو تجهیزات پیشرفته، ماشینالات، تجهیزات پیشرفته، اینجاها اینا ادغام شده تو هم دیگه و ما میبینیم. اینا وقتی که بریم پایین تر میبینید که یک کد دسته اصلی رو گذاشته، بعد اومده زیر دسته گذاشته، بعد برای هر کدوم یه زیر دسته دوم، سوم و چهارم گذاشته. یعنی عملا مثلا اگه تو استخراج و سنتز مقیاس صنعتی تو مواد غذایی ما داریم، اومده و تو این حوزه اسید آمینه های ضروری رو، رنگ های خوراکی، ویتامین های سنتز شده و آنزیم های گیاهی رو گذاشته. چهار دسته گذاشته. جزئیاتش هم اینجا گفته. مثلا اسید آمینه ای که به روش تخمیری از ضایعات محصولات کشاورزی در بیاد. اسید آمینه تازه ضروری هاش هم فقط گفته. غیر ضروری ها اصلا نیست. دوستانی که صنعت غذایی هم میدونن مثلا ما تو اسید آمینه ها ضروری هم که تو بدن انسان تولید نمیشه. از آنزیم یا سلول های تثبیت شده، از میکروارگانیسم ها، از ضایعات، رنگ های خوراکی هم که طبیعی بود باید باشن، فرم پودری و فرم مایع، اینا رو مثلا گفته تایید کرده. ویتامین ها رو دیگه تو دسته چهارم نگفته. آنزیم های گیاهی با خلوص بالا هم گفته، مثلا لیپاز، پروتئاز، سلولاز، آمیلاز و پکتیناز. اینا عمدتا این آنزیم ها یا نهاده های صنایع غذایی هستن یا نهاده های صنایع داروسازی و یا نهاده های صنایع مکمل سازی و اینها فقط مثلا تو این موارد دانش بنیانه. اگه برگردیم ما به دستش، مواد اولیه صنایع غذایی رو گفته، استخراج سنتز در مقیاس صنعتی. بنابراین با مطالعه این فهرست ما میتونیم مثلا تو شیرین کننده ها، طعم دهنده ها یک سری چیزا رو گفته، تو قوام دهنده ها، پلیساکارید ها، نگهدارنده های طبیعی و بهبود دهنده ها به صورت ژل در مقیاس صنعتی. مثلا پودری هاشو دیگه الان دانش بنیان نیست. بهبود دهنده های صنایع غلات ما پودری داریم و ژلی داریم. پودری ها قبلا دانش بنیان بود، اونا رو حذف کردن، فعلا فرم ژلشو فقط دانش بنیان. خب شما بر اساس رشته مورد نظر خودتون میتونید حوزه های مختلف این صفحات رو، نزد 107 صفحه هست این جداول، و اینا رو مطالعه کنید و ببینید که در این نه حوزه کلان تکنولوژی مورد نیاز کشور و این چیزی که پیش بینی شده ما چه تجهیزاتی رو داریم برای دانش بنیان بودن. خب دوستان امیدوارم که این فایل رو، حالا من دسکتاپ و اشتراکش رو می‌بندم، باز لازم شد دوباره برمیگردم. بنابراین تو این سطح فناوری ما در گام اول با فهرست کالا خدمات دانش بنیان مواجه هستیم که خیلی دید خوبی میده برای کسایی که میخوان بحث دانش بنیان رو ببرن جلو و اصطلاحا در این حوزه شرکت ثبت کنن و ارزیابی بشه. این
گام اول بود. اما به هر حال ممکنه محصولاتی باشه تو اون فهرست دیده نشده باشه و اونجا لازم باشه شما به فهرست اضافه کنید. موقع ثبت نام همچین گزینه در اختیار شما هست، یا باید برید از داخل اون فهرست کالاتون انتخاب کنید، یا اینکه اگه تو اون نبود فهرستش رو پیشنهاد بدید اضافه بشه. اما برای اینکه بدونید چه کالاهایی رو میشه پیشنهاد کرد، سه تا شرط ما داریم که این سه تا شرط شرط تشخیص کالای دانش بنیان هست. من یه نکته بگم خدمتتون، تو اون فهرست هم اگه کسی کالا ساخته باشه باید مشمول این سه تا شرط بشه. ممکنه اونجا یه کالایی تو اون فهرست باشه که این تو این سه تا شرط نکنه. برای این سه تا شرط اون فهرست شرط لازم هست و این سه تا شرط شرط کافی هست که ما بدانیم این کالا آیا کالای دانش بنیان هست یا نه. خب نکته اولش اینه که همش هم مبتنی بر اینه که خب این کالا به لحاظ سطح تکنولوژی کجا داستان قرار میگیره. یکی اینه که خب به سختی قابل کپی کاری باشه. ما اگر طرحی داشته باشیم که به راحتی بشه کپی کاری کرد یا کپی برداری کرد، هر چند که اون از نظر خودمون خیلی پیشرفته باشه و خیلی جدید باشه و خیلی نوآورانه باشه، دانش بنیان نخواهد شد. مساق همچین طرحی چی است؟ عمده طرحی صنعتی، طرحی معماری، طرحی دیزاین. ببینید تو فهرست ما اصلا بحث طراحی صنعتی نداشتیم. یکی از حوزه های بسیار انرژی بر، فکر بر، خلاقیت بر طراحی صنعتی. منتها طراحی صنعتی از اون جنس کارهایی هستش که میگن معما چو حل گشت آسان شود. شما یک جعبه دستمال کاغذی رو میبینید که یک نفر متخصص طراحی صنعتی طراحی میکنه که یه شکل بسیار جذابی داره، ولی خب اون نمونه اولش که ساخته شد شما با باز کردن اون جعبه میتونید یکی مشابه همون هم تولید کنید، بنابراین به راحتی قابل کپی برداریه. خب ما طراحی صنعتیمون پس میتونه دانش بنیان نباشه چون شرط اول رو پاس نمیکنه. نکته دومش اینه که یه توسعه دادن اون محصول نیازمند یه تیم خبره باشه برای کار تحقیق توسعه. یعنی اگر مثلا فقط مستلزم این که یه نفر بشینه رو اون کار کنه و به نتیجهش برسونه، اون میگه دیگه خیلی سطح فناوری پیچیدگی خاصی نداره، چون کاری که یه نفر بهش انجام داد طبیعتا دانش بنیان نیست. بنابراین توسعه اون نیاز به تحقیق توسعه داشته باشه، حتما هم حداقل با بیش از یک نفر، بیش از یه تخصص نیاز باشه برای اینکه اون محصول رو به نتیجه برسونه. اینم میشه شرط تحقیق توسعه. و اینکه نهایتا یا این محصول بتونه کارکردهای پیچیده‌ای رو یا خواص پیچیده‌ای رو داشته باشه، یعنی از عملکرد محصول یا عملکرد خیلی ساده نباشه و حداقل با نگاه اول پیچیده به نظر برسه. خب ما خیلی مثال‌هایی میتونیم بزنیم که شما یک دستگاهی رو درست میکنید که خیلی پیچیده است ولی کارکرد یا خواصش خواص ساده ای هست. مثلا فرض کنید یه دستگاه اتوماسیون میزنید خیلی عجیب غریب و پیچیده، ولی مثلا قراره یک کاغذ رو پانچ کنید، یک طراحی مفهومی دیگه مثلا در نظر بگیریم، یک دستگاه پیچیده با اتوماسیون میشه به راحتی همچین ساخت. دستگاه پیچیده اتوماسیون دار با سیستم روباتیک کارکردش میشه کارکردش میشه ارزم میشه مثلا پانچ کردن یک کاغذ به فاصله های 5 سانتی 5 سانتی. یه کارکرد پیچیده نیست دیگه، خیلی ساده است و این نمیتونه یک سیستم دانش بنیان باشه. بنابراین کارکرد دستگاه مهمه. این سه تا شرط با هم دیگه میتونه به ما دید بده که اگه محصولی داخل اون لیست دانش بنیان نیست و بتونیم بهش اضافه کنیم و پیشنهاد بدیم. خب من این سرفصل سطح فناوری رو اینجا میبندم، اگه سوالی هست دوستان بپرسن که اینو تمامش کنیم. نکته در نظر بگیرید، این سرفصل سطح فناوری میتواند حتی برای شرکت هایی باشه که محصول خارجی رو میان مونتاژ میکنن، چون اینجا فعلا ما اصلا به چیز کاری نداریم. به مثلا اگه یه شرکتی بیاد تو ایران دستگاه زیراکس رو مونتاژ کنه، دستگاه زیراکس هم به سختی قابل کپی برداری هست، هم نیازمند یه تیم هست برای تحقیق توسعه‌اش، همین که کارکرد پیچیده‌ای داره.
ما اینجا فعلا کاری نداریم تو این شرط، کاری نداریم تو اون شرکت چه آیا دانشش رو داره یا نداره. تو این شرط فقط میاد میگه سطح فناوری محصول، میگه این محصولی که شما ادعا کردین تو شرکت شما داره مونتاژ میشه یا تولید میشه، سطح فناوریش آیا بالا هست یا نه. این شرط رو که رد کرد، میاد سر وقت شرط دوم، میگه خب اصلا اون اینو تولید کردی یا نه، فعلا مثلا طرح تولیدشو داری، مثلا دستگاه زیراکس یا مثلا این موبایل رو یا این نرم افزار رو آیا اصلا تولید کردی یا فعلا فقط مثلا داری پیشنهاد اولیه‌اش رو می‌دی. بنابراین تولیدش هم مهمه. ما خیلی از طرها داریم، شرکت دانش بنیانی که تازه تأسیس هستن و میخوان دانش بنیان بشن، تولید انبوه ندارن، یک دو تا نمونه کوچیک تولید کردن و نمونه‌های اولیه‌شون هست. خب برای این جور شرکت‌ها این سیستم سختگیری نمی‌کنه، میگه شما فقط کافیه نمونه تولید کرده باشین و ما این نمونه رو بررسی کنیم. منتها شرط این نمونه اینه که تو اون پرانتز اگه دقت کنی نوشته با قابلیت بررسی، بررسی فنی. ما محصولی که ارائه میکنیم با حتما قابلیت بررسی فنی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که داوری که میاد و محصول رو ارزیابی میکنه، تیمی که میان ارزیابی میکنن، باید بتونن اون محصول رو تست کنن و بررسی فنی کنن. شما یه زمانی یک ربات ساختید که ادعا دارید مثلا یه کار پیچیده انجام میده، خب اونو میشه چشمی دید. یا یک ماشین کشاورزی ساختید که سرعت برداشت مثلا بالایی داره، اینو میشه تست کرد و چشمی دید. ولی یه زمان هست یکی اومده یه پودر بیوتکنولوژی ساخته، میگه این خواص این پودر بیوتکنولوژی بالای 99.9% اولا خلوص داره و دوما منجر مثلا به خواص خاص میشه. اینه که تو جلسه داوری نمیتونم ببینم. بنابراین باید یه همچین کالایی حتی در اشل آزمایشگاهی دارای تاییدیه های فنی خاصی باشه، تست آزمایشگاهی داشته باشه از یا حداقل تست یه آزمایشگاهی اون مثلا استاد دانشگاهی که اینا این پودر رو تولید کرده داشته باشه، عرضم که اون قابلیت بررسیش برای داور مشخص باشه، رو بحث خواصش هم یک ارزیابی های انجام شده باشه، یا حداقل مثلا اگر روی خلوصش، چون مثلا ما خیلی از پودرا داریم، خیلی از آنزیما، خیلی از مواد اولیه اینا داریم که مثلا تا 80% 85% با روش متداول قابل استخراج هست. دانش بنیانش زمانی که بره بالای 99%، بالای 98%. بنابراین یه مثلا پودر خاصی که مثلا خلوص 85% داره با روش متداول و مرسوم و فعلی، این دانش بنیان نمیشه، ولی اون 99%ش دانش بنیان. بنابراین باید اینجا یک ریپورتی داشته باشه که آقا این 99% هست، این پود دیگه 85% نیست. این یه نکته تو بحث مرحله تولید. بنابراین قابل بررسی بودنش بسته به این که چه کالایی روش ادعای دانش بنیان شده میتونه متفاوت باشه. نکته بعدیش اینه که خب این تولید با در اون شرکت اتفاق افتاده باشه. اگر شما یک پودر خارجی رو رفتید از لیبلش رو باز کردید و گفتید که این خب این خلوصش آزمایشگاه هم تایید کرد که بالای 99% و نشون داور دادید، این داور خب از کجا تشخیص بده داخل اون شرکت انجام شده؟ نمونه آزمایشگاهی هست. معمولا داورا برای نمونه های مکانیکال، نمونه های بزرگ، خب اینا کارگاهاشو نگاه میکنن، میگن خب شما کجا این انجام دادید، عکس و فیلم و اسناد طراحیشو بررسی میکنن که ببینن اینا اصلا اونجا انجام شده یا جای دیگه انجام شده. برای مثلا موادی مانند این مواد آزمایشگاهی مثل پودر و آنزیم و مواد اولیه و اینجور نهاده ها که خب حالا مثلا فرمول و ایناش هم قابل ارائه هست، معمولا میان ستاپ آزمایشگاهی اون محصول رو بررسی میکنن، ببین اصلا شما آزمایشگاه ابزار و ستاپ لازم برای اینکه اونو بتونی نمونه ازش بگیرید و داشتید یا نه. و خب طبیعتا بر اساس اون تشخیص میدن که این نمونه در اون شرکت، در اون آزمایشگاه آیا انجام شده یا مثلا یه ادعای الکیه، یه نمونه دیگه از جای دیگه آوردن. بنابراین تو این مرحله تولید هم این که در داخل شرکت این کار انجام شده باشه و هم این که این کار و این محصول واجد اون ویژگی هایی که ادعا میشه باشه، با توسط داور ارزیابی بشه. خب پس ما تا اینجا دو تا شرط رو توضیح دادیم، یکی سطح فناوریش خوب باشه و اینکه در داخل اون شرکت کاراش انجام شده باشه. اما نکته‌ای که توی این فرایند واجد اهمیت بالا هست اینه که
طراحی محصول مبتنی بر تغییر توسعه باشه. یعنی شما این محصول رو که سطح فناوریش هم بالاست و در آزمایشگاه شرکت خودتون یا آزمایشگاه خودتون انجام دادید و نمونه تا اینجا تایید شده، طراحیش و رسیدن به این محصولتون هم یک سابقه تایید توسعه داشته باشه. اهمیت این شرط کجا خودش رو نشون میده؟ جاهایی که یک کسی رفته یک محصول خارجی رو دانش فنیش رو خریده. خب مثلا فرض کنید شما رفتید دانش فنی تولید آنزیم لیپاز رو خریداری کردید از شرکت خارجی و آوردید اینجا. خب اون آنزیمه طبق اون جدولی که دیدیم دانش بنیان هست و طبق شرط دوم حد دارین تولیدش میکنین، حالا چه آزمایشگاهی چه تولید صنعتی هم بود، خب این دوتا شرطش پاس میشه. آیا رسیدن به فرمولش توسط شرکت بوده؟ خیر، یعنی سابقه آرندی دو شرکت وجود نداشته که نشون بده اینو خودشون انجام دادن. بنابراین اینجا این شرط سوم پاس نمیکنه، برام رد میشه. لازم هست که برای همه این موارد دانش فنی در اون شرکت نهادینه شده باشه و اینکه داورها میتونن تشخیص بدن که دانش فنی چجوری در اون شرکت نهادینه شده معمولا با بررسی این شرط هستش. سوابق طراحی، سوابق آزمون و خطا، اینکه مثلا تو چه مرحله شکست خورده، بعد از چه مسیری، از چه طریق چه مشاوره هایی، از چه طریق چه بررسی چه مقالاتی، چه پتنت هایی شما تونستین مشکل رو حل کنید و به نتیجه برسید، این شرط قابل ارزیابی هست. بنابراین اگر دارید روی محصولی کار میکنید که بعدا میخواید شرکتی تأسیس کنید و این محصول رو ببرید تو اون شرکت و اونجا دست دانش بنیان انجام بشه، تمام مقالات، پایان نامه ها، گزارش هایی که تولید شده، گزارش های آزمون خطا و شکست و طراحی مجدد، همه این گزارش ها کمک میکنه که بعدا ثابت بشه که این تغییر توسعه در داخل این شرکت روی محصول انجام شده. خب من اگه اجازه بدین دسکتاپ رو دوباره شیر بکنم. یه نکته دیگه که توی این نمونه تولید تو شرط، اگه من اینو هایلایت بکنم که دوستان ببینن، ببینید توی شرط که حالا اینجا من این قسمت بکنم نزدش، توی بحث کالا ما اونجا توضیح دادیم که کالای دانش بنیان، این کالا اینجا خب کلمه کالا هستش، خدمات هم شاملش میشه، خدمات فنی در زمین دانش فنی یا خدماتی که رو کالا و معیارهای بنده یکی یک گفته، یعنی گفته تو اون فهرست کالا خدمات دانش بنیان، اگر محصولی دانش بنیان هست خدماتی که هم در راستای اون محصول هست هم دانش بنیان هست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بیاد و طراحی فنی فقط انجام بده، دانش طراحی داشته باشه و این دانش طراحیشو بفروشه، دانش بنیان هست. اگر تعمیر و نصب و نگهداری داشته باشه، فقط تعمیر و نصب و نگهداری برای خود اون شرکت دانش بنیان هست، برای شرکت دیگه دانش بنیان نیست. و خب این هم همون شرطه. اگه اینجا من آیین نامه رو بزنم، شما تو سایت بعدن اگه خواستیدین موارد رو دنبال کنید، تو این خلاصه آیین نامه ارزیابی میان میبینید سطح فناوری که با هم دیگه توضیح دادیم، تو محل تولید گفتیم کالاها باید در محل تولید یا خدمات در حد نمونه آزمایشگاهی باشن. اینجا یه نکته هستش که اون هم در محل تولید، خب کالا یا با تولید شده باشه یا نمونه آزمایشگاهی، ولی اگر موضوع خدمات باشه که ما الان گفتیم
خدمات هم ارزم به حضورتون که مشمول دانش بنیان میشن، خدمات باید حتما یک اسناد فروش باشه، یعنی حداقل یک قرارداد برای خدمات باید وجود داشته باشه. ما خب میدونیم که شرکت های دانش بنیان محصول میتونن تولید کنن، اون محصول باید قابل ارزیابی باشه، ولی اگه خدمات دادن چی؟ داور که میخواد بیاد خدمات یه شرکت رو ارزیابی کنه باید حتما ارزم بزرگتون که یک نمونه از قراردادی که قبلا فروش رفته داشته باشه، بتونه با کارفرمای اون قرارداد بتونه تماس بگیره، عملکرد اون قرارداد رو بررسی کنه، شهر خدمات رو بررسی کنه، ببینه شما چه خدماتی فروختین. بنابراین تو حوزه خدمات باید حتما یک قرارداد فروش خدمت به نتیجه رسیده شده توسط اون شرکت باشه که بره دانش بنیان بشه. بنابراین اگه مثلا فرض کنید یه شرکتی روی خدمات، فرض بگیریم که مطالعه میادین نفت و گاز، مثلا ما یک خدمات های تک داریم که میرن لرزه نگاری میکنن و میادین نفت و گاز رو ارزیابی میکنن که خب چقدر اینجا ذخیره هیدروکربونی داره. یه همچین ادعایی دانش بنیان هست، بله سطح فناوریش بالاست این خدمت. شرط دو که عرضم بزرگتون که شرط یک سطح فناوری رو پاس میکنه، اگر فرض کنید که اون تیم داخل اون شرکت همه دانش این موضوع رو داشته باشه، شرط سه رو هم پاس میکنه. تایید توسعه در برای پاس کردن شرط دوم که مرحله تولید هست باید یه قرارداد باشه، مثلا فرض کنید ملی حفاری برای این خدماتشون داشته باشن که یا در حال انجام باشه یا انجام شده باشه که داور بتونه رو اون خدمات ارزیابی کنه ببینه اینا اصلا تیم مناسبی هستن، اصلا اون شرکت اینا رو آدیت کرده، تاییدشون کرده، از خدماتشون راضی هست، نوع دادن خدماتشون به چه شکله، به پروژهشون در چه مرحله‌ایه و بر اساس اون بتونه تشخیص بده که اینا کارشون دانش بنیان هست یا نه. پس تو این مرحله دوم، مرحله تولید، ما یه موضوع خدمات داریم که این خدمات رو هم اینجا در کنار کالاها شرطاشو دیدیم، حتما باید این خدمات هم مثل کالا قابل ارزیابی باشه. در خصوص طراحی مبتنی بر تحقیق توسعه که خدمتون توضیح دادم که باید این فرآیند داخل شرکت انجام شده باشه، ما سه تا حالت که بیشتر نداریم، یا اینکه کلا ایده محصول از ابتدا، یعنی گفته داخلی در اون شرکت اتفاق افتاده باشه، ایده محصول کلا در اون شرکت از صفر، یعنی اصلا نمونه خارجی یا نمونه بیرونی نداشته باشه، یا اینکه نه اگر نمونه خارجی داره، یعنی شرکت دیگه اون کار انجام داده، شرکت فعلی که ادعای دانش بنیان کرده واقعا کل فرآیندهای مهندسی معکوس این محصول رو رفته باشه جلو و یه کپی خالی انجام نداده باشه. این نکته نکته مهمی هستش. ما توی خیلی از شرکت‌ها سوالی که نیست، من دوباره برگردم اینجا، ما خیلی از شرکت‌ها یا کارگاه‌هایی داریم که خیلی از محصولات رو کپی می‌کنن بدون اینکه فرض کنید که خواص اون محصول، روش‌های مهندسیش، روش‌های طراحیش رو بدونن. اینا هیچ وقت دانش بنیان نمیشن به خاطر اینکه اون تیمی که باید تحقیق توسعه کنه روش رو نداشتن، محصولی بوده یه نقشه ازش برداشتن کپی کردن، اونا اصلا دانش بنیان نمیشن. ولی مهندسی معکوس که مستلزم چرایی و چگونگی طراحی اون محصول هست میباشد، اصطلاحا جمله رو درست کنیم اینجوری، یه همچین مهندسی معکوسی مورد تاییده. فرض کنید که شما پمپ هیدرولیک خاصی رو میخواید در داخل کشور بسازید، نمونه خارجی رو برداشتید، آنالیز متالوگرافی کردید، تمام متالوژی موادش رو درآوردید، بعد رفتید نقشه‌اش کردید، تا اینجا میشه کپی. ولی تو اون نقشه رفتید شبیه سازی کردید که خب این پمپ به چه صورت کار میکنه، بعد با دیتا شیت و نمونه خارجی مقایسه کردید اطلاعات شبیه سازی خودتون رو، بر اساس اون فهمیدید که روش کار این محصول به چه صورته، مثلا سرعت اپتیمومش به چه شکل هست، فشارها کجاها، نقاط بحرانی هست، و فعلا هیچ تغییر روش انجام ندادید، ولی فقط تونستید به اطلاعات فنی طراحی اون محصول تا حدود زیادی اشراف پیدا کنید، چرایی اتفاقاتی که تو اون محصول افتاده رو تونستید بهش اشراف پیدا کنید. فعلا هم اصلا لازم نیستش که
یه طراحی جدیدی توسط شما انجام شده باشه، در همین حد که فقط چرایی و چگونگی کار رو فهمیده باشید و نقشه کرده باشید و تحلیل کرده باشید کفایت میکنه. کار مهندسی معکوس عمدتا شناخته شده هست به چه صورت هست. مرحله بعدیش، مرحله پیشرفته‌اش میشه مهندسی مجدد، و مرحله بعدیش که دیگه اشراف رو دانش فنی اتفاق میفته میشه طراحی جدید. ولی در همین حد هم دانش بنیان میپذیره کارهای مهندسی معکوس رو، ولی باید اسنادش وجود داشته باشه. یعنی داوری که میاد اونجا اگر نمونه مهندسی معکوس باشه، باید اسنادی که نشون دهنده یک مهندسی معکوس پیشرفته حرفه‌ای اصطلاحاً مورد نظر هست باید داشته باشه. ما بین کپی تا مهندسی معکوس یک طیف داریم، یک طیف از فعالیت داریم که میتونه یک کپی کامل باشه که دانش بنیان نیست، یا هر چی از سمت کپی به سمت مهندسی معکوس کامل شما برید، شانس تایید اون محصول برای دانش بنیان بودن میره بالا. چون ما دیگه نهایت نهایت مهندسی معکوس که چرایی و چگونگی طراحی هست توسط یه شرکت روش اشراف اتفاق بیفته، دیگه وارد فاز مهندسی مجدد و طراحی میشه دیگه. ما شاید خیلی از مهندسی معکوس ها هنوز انتظار نداریم که چرایی طراحی رو داشته باشن، ولی تو این طیف به هر حال باید، یعنی از دیگه مهندسی معکوس تو طیف به سمت مهندسی معکوس، ببخشید از کپی تو طیف کپی و مهندسی معکوس، باید محصولی وسطا به سمت مهندسی معکوس کامل باشه که تایید دانش بنیان بگیره. اینم نکته مهندسی معکوس. و یه حالت دیگه هم هستش که خیلی از شرکت‌ها ما تو ایران این شکلین، رفتن قبلا یه دانش فنی، یه لایسنس اصطلاحاً از شرکت خارجی خریدن و دارن تو ایران تولید میکنن، شرط سطح فناوری رو دارن. من قبلا هم گفتم چند دقیقه پیش، خب سطح فناوری محصول بالاست، همون مثال دستگاه زیراکس، تولید هم داره انجام میشه، ولی آیا تحقیق توسعه تو اون شرکت از خیر دانش فنیشو خریده؟ تو این مرحله دانش بنیان نمیشه، مگر اینکه این دانش فنی رو که خریده تغییر توسعه‌ای روش انجام داده باشه که اونو تغییرات اساسی داشته باشه. فرض بکنید که شما رفتید دانش فنی باتری موبایل رو خریدید. خب طراحی موبایل، طراحی باتری، نمودارهای شارژ و دشارژش، اون اولش با چجوری شارژ بشه، اون دانش فنی صفحاتش، مواد شیمیاییش، اینا دانش فنی که شما خریدید و داری تولید میکنی. یه شرکتی تو منطقه آزاد فرزن مثلا اروند مستقره، دانش فنی رو خریده داره تولید میکنه، به خارج صادر میکنه، به داخل برای سرزمین اصلی هم تولید میکنه. این میاد دانش بنیان میگن آقا جون شما دانش بنیان نیستی، درسته شرط اول و دوم داری، ولی دانش فنی تو شرکت شما نیست. چیکار باید بکنه؟ باید بره یک تیم تایید توسعه مهندسی شیمی داشته باشه، اینا روی این محصول کار کنن، رو دانش فنی به یه دانشی برسن که بتونن فرزن باتری لپتاپ رو خودشون طراحی کنن، یا باتری فرض کنید که این ادوات برقی جدید، ادواتی که شارژی هن، یه باتری متفاوتی با ظرفیت نگهداری متفاوت، با عملکرد متفاوت رو بتونن طراحی کنن. اون موقع دیگه این شرکت دانش بنیان میشه، یعنی بعد از اینکه اون باتری رو طراحی کرد، دانش بنیان خواهد شد و مورد تایید خواهد. این حالت سوم ما تو خیلی از شرکت ها سابقه شده داریم و همیشه هم محل بحث تقریبا تشخیص این مورد تو خیلی از شرکت های ایرانی، مخصوصا شرکت بزرگ که تحت لایسنس خیلی کاراشون انجام میدن، یه خورده سخته و چالش زیادی داره. مثلا ما یه مثال داشتیم تو بحث صنایع دارویی، چون صنایع دارویی تو اون دارو که توسط یک پروتکل بین‌المللی تایید شده و دوزینگش مشخصه، هیچ وقت نمیشه تو خود اون دارو تغییرات خاصی ایجاد کرد. شرکتی که رفته دانش فنی خریده، هیچ وقت برای اون دارو به دلیلی که نمیتونه تغییری توش ایجاد کنه دانش بنیان نیست. ولی اینجا اومدن گفتن که خب اگر بتونه اون شرکت رو فرآیندش تغییرات اساسی بده، میتونه دانش بنیان بشه. این نشون میده رو پروسه تولیدش عرضم بزرگتون که اشراف کامل داره. حالا این تغییرات اساسی تو فرآیند تولید، تو بحث داروسازی یا تو بحث بیوتکنولوژی چه جوری هست، دیگه برمیگرده به اون حوزه خاص. حالا میتونن فرآیندشو انرژی بریشو کم کنن، میتونن کوتاه‌ترش بکنن، میتونن سرعت تولیدو ببرن بالا، به هر طریقی که بتونن فرآیند تولید رو روش تغییرات ایجاد کنن. اگرم که نتونستن که هیچ وقت دانش بنیان نخواهند شد تو کسایی که انتقال تکنولوژی دارن.
خب تقریبا من این سه تا شرطی که باید محصول دانش بنیان ارزیابی بشه خدمتون گفتم، اگر سوالی در این زمینه دوستان دارم بپرسن تا وارد فیلد بعدی بشیم. ما در مرحله بعدی انواع شرکت دانش بنیان رو داریم و بعدش هم میریم یه خورده هم یک آشنایی کلی داشته باشیم. خب من چون دسکتاپ هم میخوام شیر باشه و عرضم به حضورتون که اونجا رو سایت یه سری توضیحات به شما بدم، فکر بکنم از پاور بهتر باشه، چون اونجا مسیر کسب اطلاعات رو هم پیدا میکنید و بعدا میتونید به راحتی همه اطلاعاتی که میخواین داشته باشین. من اونجا میرم. دوستان ادمین، چون من دیگه این قسمت سوالا رو نمیدونم، من از روی سایت ترجیح میدم توضیحات بعدی رو از اونجا بدم، چون پایین قسمت سوالا رو نمیبینم و دوستان هم صداشون بس نیست. فقط ادمین محترم اگر دیدید سوالی چیزی مطرح شد با وایس به من خبر بدید که برگردم سوالا رو پاسخ بدم، چون دیگه میرم اونور تمرکز کنم و خدمت شما توضیح بدم. ممنون میشم، متشکرم. خب ببینید دوستان، ما این سه تا شرط رو که با هم بررسی کردیم، کجا بود جاش؟ توی سایت دانش بنیانی که رفتیم تو قسمت ثبت نام ارزیابی، آیین نامه ارزیابی که کلیک کنید دوباره همه اینها رو خواهید دید. شرکت های دانش بنیان چند چهار نوع تقریبا ما داریم. نوپای نوع یک داریم، نوپای نوع دو، تولیدی نوع یک، تولیدی نوع دو. نوپا چی هست و تولیدی چی هست؟ فرقشون چیه؟ نوپا شرکتی هستش که تازه تأسیس شده و یک کالا داره. قبل از اینکه ما بریم نوپای نوع یک و نوع دو رو بگیم، توی این سطح کال، سطح فناوری کالای دانش بنیان، ابتدا که فقط یه سطح داشت، بعد تو کار که رفت جلو اومدن اینو کردن دو سطح تو همون کالا. این دیگه به این دیگه ملاک ارزیابی سطح یک و سطح دو خیلی شفاف نیست، یعنی برمیگرده به سیاست‌های معاونت علمی ریاست جمهوری و یه هیئت ممیزی دارن برای ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان. اونجا تو بحث سطح فناوری میگن که فرضاً مثلا شما اگه یک الکتروموتور ساختی مثلا زیر 3 کیلووات دانش بنیان نیست، بین مثال دارم میگم، بین 3 کیلووات تا 5 کیلووات دانش بنیان سطح 2، بالاتر از 5 کیلووات دانش بنیان سطح 1. این که مثلا دانش بنیان نیست دیگه بهش میگن سطح 3، یعنی مردود هست از نظر دانش بنیان. درسته که تو اون کال دانش بنیان هست ولی با این شرایط مردود میشه. این سطح بندی رو به این خاطر انجام دادن که کالاهای سطح 1 های تک تر هست و پیچیدگیش بیشتره، معافیت مالیاتی بگیره و سطح 2 اینا معافیت مالیاتی نگیره. چون توی برهه دیگه خیلی از کالاهای دانش بنیانی که خیلی های تک هم نبودن اومدن و وزارت دارایی به معاونت علمی اعلام کرد با این شرایط ما دیگه با تقریبا دولت هم میخوایم ببریم به سمت کسب درآمد از مالیات، اینجوری که شما با این فرمونی که پیش میرید اصولا مشکل برای کشور ایجاد خواهد شد. اومدن این شرط رو گذاشتن که خیلی از محصولات دیگه سطح 2 بشه و معافیت مالیاتی نگیره. بنابراین اگر بخوایم تشخیص بدیم که چه چیزی سطح 1 و چه چیزی سطح 2، پیچیدگی اون محصول ملاک هست. تو آیین‌نامه ها جایی خیلی شفاف اعلام نشده، ولی اگر بهره داشته باشه من اینجا ببینم تو معیارهای تفصیلی، من اینو باز کنم، اینجا سطح بندی کالای دانش بنیان، نه معیار تفصیلی یه چیزی هست، سطح بندی کالای دانش بنیان، اینجا یه فهرستی رو شما می‌بینید که یه پی دی اف هست، توی صفحات مختلفش میتونید برید سطح بندی کالای دانش بنیان ببینید. به عنوان مثال تو تجهیزات خدمات آزمایشگاهی زیستی، این فایل چیه؟ این فایل یک جمع‌بندی از کل کالاهای دانش بنیانی که تا الان تو کشور تایید شدن و برداشتن، ریختن تو این، گفتن که ببینید ما تا الان این، میدونی یه دید میده برای خیلی از کسایی که بخوام ببینن کالاشون سطح 1 یا سطح 2 یا اصلا رد میشه،
این فهرست سطح بندی یه دیدی میده، میگه که خب چه محصولاتی تو کشور حالا سطح یک شدن. چون گفتم که ما خیلی حد نصابای مشخصی نداریم، ولی یک آیتمایی هست که اینجا به ما کمک میکنه. مثلا اگه شما اینجا دقت کنید، مثلا گفته مایکروویو با پهنای بالای 1 گیگاهرتز رو مثلا سطح یک کرده. حالا این اگه بریم تو سطح دو، مثلا احتمالاً باز این شرطش میتونه متفاوت باشه. آنتن 9 پورت LTE رو مثلا دانش بنیان سطح یک کرده. یا مثلا اینجا پمپ دنده با فشار بیشتر از 30 بار رو گفته سطح یک. دیبیش هم باید بالای 200 گرم بر ثانیه باشه اگه فایدش درست بگم. اینا همش سطح یک. بنابراین خیلی از دوستانی که رو حوزه هایی که دارن کار میکنن محصولی دارن، بیان با مرور این دو صفحه سه صفحه حوزهشو بالا نوشه، اینجا هم گفته سطح یک، میتونن سطح یک این محصولات رو بفهمن. حالا این ادامه داره، باز اینجا یه سری سطح یک اینجا تو حوزه مختلف داره، تو این تو فهرستش چیزاشو گذاشته. بعد تو همین سه تا حوزه یا این که تموم شد، بعد قسمت زرد سطح دوشو گذاشته. یعنی اومده گفته که همون، بس اگه فرض کنید اون پمپ رو ما بریم ببینیم، پمپ دنده‌ای بود دیگه، پمپ گریز از مرکز با توان کمتر از 99 کیلووات، پمپ دنده‌ای با فشار بیش از 30 بار و دبی کمتر از 100 گرم بر ثانیه، گفته این دیگه میشه سطح دو. و نهایتا هم یک سطح سه گذاشته که اینجا دیگه سطح سه به عنوان مثال پمپ دنده‌ای با فشار کمتر از 15 بار رو پوپندنده با فشار کمتر از 15 بار شده سطح 3. حالا این تقسیم بندی تقریبا برای همه هست. منتها اینا از کجا در اومده؟ از کل ارزیابی که تا حالا انجام داده و کل محصولاتی که الان توی این 4-5000 شرکت دانش بنیانی تو کشور داریم اومده تا حالا ارزیابی کردن، به یه حد نصاب‌هایی اینجوری رسیدن که از اسلام بهش میگفتن که یک هیئت قربالگری، همه این دانش بنیان ریختن کنار هم، یک نواختی ایجاد کردن، گفتن مثلا پمپ با فشار کمتر از این ما دیگه دانش بنیان نمی کنیم، بین این عدد تا اون عدد نوع دو می کنیم سطح دو و بالاتر از اون سطح سه. این ممکنه تغییر کنه بعدا، ممکنه هم حالا تا چند سالی همین بمونه. بنابراین این فایل ها دیگه خیلی کمک میکنه که ما سطح بندی دانش بنیان رو بفهمیم. بنابراین ما توی دانش بنیان ها که نوع یک و نوع دو و نوع اینا داریم، اینا کاملا مستلزم اینه که بدونیم این سطح فناوری که تو محصول دانش بنیان هست آیا سطح یک یا سطح دو. برای اینکه برای این بفهمیم، ما یه بار دیگه مرور کنیم فایلش از کجا آوردیم. از قسمت سطح نام ارزیابی میایین سطح بندی کالا خدمات دانش بنیان رو باز میکنین، میشه این فایل. و تو این فایل تو حوزه های تو این 4 تا حوزه که اینجا هست تو صفحاتش هم گذاشته، میتونید برید و سطح بندی حوزه کاری که دارید دنبال میکنید و ملاحظه بفرمایید. 15 صفحه هست و حوزه هاشو گذاشت. خب پس سطحشو مشخص کردیم. حالا اگه شرکت نوپایی تازه تأسیسی باشه که محصول سطح یک پیشنهاد بشه، میشه نوپای سطح یک، نوع یک. اگه هم شرکت نوپایی باشه که محصولش پیشنهادیش از سطح دو باشه، میشه نوپای سطح نوع دو. و این سه تا شرط دیگه کامل باید داشته باشه، ولی محصولش سطح دو میشه. ما تو تولیدی هم اینو داریم. تولیدی یعنی شرکتی که دیگه تازه تأسیس نشده، شرکتی که حداقل یک سال داره تولید میکنه و برای اون محصولش حداقل یک سال اظهارنامه مالیاتی داره، این میشه تولیدی. اگر شرکت تولیدی حداقل 25% اون اظهارنامه‌ای که گفتیم حداقل یک سال باید داشته باشه، 25% از اون کالا نوع یکی بود که تولید کرده، میتونه شرکت تولیدی نوع یک بشه. ولی تولیدی نوع دو یکم پیچیده تره. میگه شرکت تولیدی نوع دو، درسته یه شرکت هست که تازه تأسیس نیست، اظهارنامه مالیاتی داره، ولی اولا که اگه مثلا محصول سطح یک داره، محصول سطح یکش از 25% کمتره، یا اینکه محصولی که داره محصول سطح دوه، نمونه سازی کرده محصول سطح دو، این میشه دانش بنیان نوع دو. یا اینکه تو حوزه های EPC حوزه هایی هستش که مثلا یه شرکت مهندسی مثلا میخواد بره یه پمپ
آب برای مثلا یک توربین مثلا تولید برق برای یه سد بسازه، اونجا بهش میگن آقا ما پروژه همینجوری نمیدیم، پروژه ای پی سی میدیم، شما باید بی اون سازه بتونیش هم بریزی، حوضچش هم بسازی، اون استراکچر فلزی و غیر فلزیش هم نصب بکنی، پمپت هم روش بذار، ما اینجوری پروژه می‌بندیم، میشه پروژه ای پی سی. و ما برای شرکت ای پی سی گفته که دانش بنیان میشن مشروط به اینکه 10% قیمت قراردادشون مربوط به اون محصول دانش بنیانشون باشه. اینا نوع دو میشه. بنابراین شرکت تولید نوع دو یا یک محصول، یا ارزم بزرگتون محصول دانش بنیان نوع دو داره کلا تولید میکنه، یا محصول دانش بنیان نوع سطح یک داره ولی کمتر از 25%، ببینید این شرط رو پاس نکرده، چون این شرط رو پاس نکرده افتاده اینجا، یا یعنی اینکه یک نمونه محصول سطح یک یا سطح دو داره که زیر 25% فروششه، این میتونه دانش بنیان نوع دو باشه. ببینید تو مثال های تولید نوع دو، مثلا شما کارخونه سیمان رو در نظر بگیرید، واحد آرندیش رفته روی سیمان فوق سبک دریایی کار کرده، نمونه محصول هم ساخته، میره تو دانش بنیان میگه آقا جون من تو واحد آرندیم یک سیمان فوق سبک دریایی که تو پایه سکوهای مثلا توربین بادی قرار استفاده بشه تولید کردم، و خب هایتک همه سطح شروط دانش بنیان رو پاس میکنه. خب این شرکت کارخونه سیمان از اینکه تولید نکرده یک نمونه ساخته، بنابراین میگن که خب ایرادی نداره، شما دانش بنیان نوع دو هستین، و اینجا به مشکل بحث مالیات و اینام نمیخوره دیگه، میگن شما این محصولتون رو تولید کنید، مشکلی نداره از نظر ما. حالا اون محصول سیمان فوق سبک یک محصول سطح یک، این کارخونه سیمان اگه 25% فروشش در سال بشه، اون میتونه دانش بنیان نوع یک بشه، وقت دان تولیدی نوع یک شد میتونه برای اون 25%ش معافیت مالیاتی بگیره، ولی اگر تا 23% فروشش این سیمان فوق سبک باشه، بازم نوع دو معافیت بهش نمیدن. یا بنابراین بهتره مثلا برای اون کارخونه سیمان بیاد یه شرکت نوپا درست بکنه با اون محصول، بشه نوپای نوع یک، هر درصدی که فروش رفت با اون محصولش معافیت مالیاتی بگیره. فرق نوع یک و نوع دو همینه که نوع یک برای اون محصولش معافیت مالیاتی داره، ولی نوع دو معافیت مالیاتی نداره. خیلی خوب، این پس شد بحث سطح‌بندی شرکت های دانش بنیان که ما تو اسلایدمون هم اینجا تا حدودی اطلاعاتش رو گذاشتیم. یه نکته دیگه که لازمه دوستان بهش توجه بکنن، این ثبت نام تو قسمت معیارهای تفصیلیه. معیارهای تفصیلی یعنی تفصیل همین صحبتایی که هست که ما با هم دیگه الان انجام دادیم. چطور؟ یعنی اینکه این بیشتر معیارهای تفصیلی برای تیم داوری خوب هست. یعنی تیم اینو گذاشتن که تیم داوری که میره داخل شرکت بدونه چه سوالهایی باید بپرسه که یک مرحله تولید رو بهش اشراف پیدا بکنه، سطح فناوری رو بهش اشراف پیدا بکنه، و اون بحث شرط مبتنی بر تغییر توسعه که ما گفتیم یا از طراحی داخلی یا از مهندسی معکوس یا از انتقاد فناوری با ایجاد تغییرات اساسی. خب این تیم داوری در حوزه‌های مختلف ممکنه با سوالای خاص مثلا تو حوزه داروهای پیشرفته زیست فناوری، ICT و غیره اومدن یک سری سوال‌هایی گذاشتن که بین این تیم‌های داوری وحدت رویه ایجاد بشه. مثلا زیست فناوریش رو بذاریم با هم دیگه باز کنیم. این وحدت رویه موجب میشه که داور بتونه بره و مثلا همه داورها وقتی که میرن داخل این شرکت های سوالهای یکسانی بپرسن، در اطلاع گزارشی که تولید میکنن گزارشی یکسانی باشه. برای شرکت های متقاضی هم این اطلاعات یک جور تقلبه دیگه، حالا تقلب به اون معنی بعدش نه، مثلا فرض کنید که استاندارد یک سری شاخص‌هایی داره، یک سری ارزم بزرگتون که چه ارزیابی‌هایی داره که
ببخشید من یک لحظه تلفنم جواب. باز میخوام برگشتم خدمتتون. توی شرط تفصیلی داور میاد یه سوالی میپرسه، این مثل شروط استاندارد هست. مثلا استاندارد برای اینکه یه استانداردی پاس بشه، خب اومد از قبل به متقاضیان گفته باید این شروط رو داشته باشین، که بهش ارزیاب هم که میاد دنبال اینه که با اون شروط مغایرتی پیدا نکنه، مغایرتگیری میکنن اصطلاحاً. اینجا هم تقریبا یه چیزی شبیه اونه، یعنی شرط رو گذاشتن اگه شرکت ها بیان اینا بخونن میدونن که چه سوال هایی توسط داور قرار انجام بشه و برای اون سوال ها باید پاسخ داشته باشه. مثلا گفته که مثلا تو شرط تو بس همین حوزه زیست فناوری گفته تسلط بر فرایند دیولوپ مواد اولیه شناسنامه دار متناسب با فرایند مد نظر، نوع فرایند تخمیر چی هست، مثلا یکی از این سه تا هست، تعداد میکرو ارگانیسم ها واحد سلول در واحد حجم، داشتن تایید معتبر از مرجع زیست صلاح، همون مثالی که خدمتتون زدیم، درجه خلوص، عدم سمیت، ماندگاری. ببینید قشنگ داره میگه که چه چیزهایی باید آماده داشته باشین، چون این داور برای اینها حتما پرسش خواهد کرد. دستگاه های خاصی که تو این فرآیند مورد نیاز هست، دکانتور، فیلتر چرخنده، غیره، اینا که معمولا برای بعضی این محصولات لازم هست. دستور عمل اجرایی استاندارد مستندسازی یافته ها، تناسب حجم محصول نهایی با فرآیند تولید، تسلط بر محیط کش بهینه و کش آزمایشگاه کش میکروبی. ببینید در مشخص میکنه که اگه اینها رو داشته باشه شرکت میتونه بگه که پس شرط آرندی رو شما داشتین. شرط سطح فناوریش هم که مثلا روش انتقال جنیش مهمه، بررسی میکروارگانیسم های محصول و استریل بودن محصول، این چیزایی که خب به هر حال دوستانی که این تخصص این حوزه رو داشته باشن با یه نگاهی به این متوجه میشن که تو چه حول و حوش و تو چه اکوسیستمی داره این مباحث میگرده. بنابراین این شرط معیارهای تفصیلی به ما کمک میکنه که ما بدونیم اون مغایرت هامون چیه، چه اطلاعاتی باید آماده کنیم. بنابراین خوندن این معیارهای تفصیلی ارزیابی که از قسمت ثبت نام ارزیابی، دوباره بریم صفحه اصلی، از قسمت ثبت نام ارزیابی معیارهای تفصیلی مطالعهش کمک میکنه برای اینکه شرکت بتونه آماده بشه برای پاسخ دادن به سوال داور ارزیابی. و این هم چیز خوبی است که از این سایت میشه استخراج کرد، که این به حوزه تفکیک حوزه های مختلف اینجا اومده و میتونید از سایت بردارید. نکته بعدی در داخل سایت برای دانش بنیان، خب پس ما ببینید آیین‌نامه ارزیابی رو تا این مرحله، این خلاصه آیین‌نامه است که کلش همینه تقریبا، نکاتی هم که اینجا نوشته من همه بهتون توضیح دادم. این آیین‌نامه ارزیابی رو کلا ما با هم دیگه مرور کردیم، جزئیاتش هم گفتیم دیگه، با این جزئیاتی که من خدمتتون گفتم شما وارد این بشین، کامل همه اطلاعات براتون مرور میشه و میتونید اگر نکته هم یادتون هست دوباره اینجا بازیابی، حافظتون بازیابی کنه. این آیین‌نامه، فهرست کالا خدمات دانش بنیان رفتیم با هم دیگه دیدیم، سطح بندی کالای دانش بنیان که شامل حوزه‌های مختلفش بود رفتیم با هم دیگه دیدیم، کل مشمل بر کل کالاهای دانش بنیان تا الان بود، که یه سری شرطایی که میتونه نوع یک یا سطح یک یا سطح دو بشه یا رد بشه اونجا اومده، معیارهای تفصیلی که آماده میشید برای اینکه چه پاسخهایی به داور بدید همینجاست، و خب با تو این سامانه ثبت نام انجام بشه. تو ثبت نام هم عرضم بزرگتون با شناسه ملی شرکت با ثبت نام انجام بشه و عرضم به حضورتون که اینجا ثبت نام میکنید، این برای ورود، اطلاعاتو میذارید، شماره تماس و رمزم تعیین میکنید و ثبت نام انجام میدید. بعد که تایید شد برای ورود به سامانه همیشه از این مسیر وارد میشید و اطلاعاتتون رو بارگذاری میکنید. تا
تا اینجا رفتیم. بعد از اینکه ثبت نام انجام شد، یه سری اطلاعات جزئی بعد از کال شما خواهد خواست که شما اون اطلاعات رو بارگذاری میکنید برای دوستان معاونت و اونا بر اساس اون اطلاعات ارزم به حضورتون که بعدا هماهنگ میکنن بیان ارزیابی. ارزیابی توسط یک کارگزار انجام میشه و کارگزار با شما تماس میگیره و اطلاعات ازتون میخواد و حالا به تناسب میتونه حضوری با داور اینو بیاد اینجا شما رو ارزیابی کنه، برای اینکه مطمئن باشید که این کارگزار از طرف معاونت هست و با خیال راحت باش اطلاعاتتون رو بذارید. این لیست کارگزاران و شماره تماسشون اینجا هست و میتونید اینو چک بکنید که آیا کارگزار مجاز هست یا نه، اسم شرکت هاشون، افرادشون، افرادی که مجاز هستن چه مالی، چون ما ارزیابی مالی هم داریم، و ارزیابی خود سیستم که اینا دیگه معاونت ارزم بزرگتون علمی و فناوری اینها رو تایید کرده، آموزش های لازم رو بهشون داده، تعهد های لازم هم ازشون گرفته که محرمانگی اطلاعات شرکت ها رو حفظ کنن و خب یک نسبت خوبی از ارزم بزرگتون که اطمینان به این کارگزارها وجود داره، گرچه همیشه بایستی که به هیچ سیستمی اعتماد نکرد و همیشه اطلاعات محرمانگی رو حفظ کرد، ولی خب به هر حال اینا هم آموزش دیدن و هم دورهاشو دیدن و تعهدهای لازم به معاونت علمی ریاست جمهوری دادن. ولی خب دیگه هر کسی متولی داشته های خودش هست و این هم داشته باشه. ببینید یه نکته اینجا رو بحث اعتماد اومد، خیلی شرکت ها اصلا میگن ما فرمولمون رو یا نقشمون رو اینا کامل نمیتونیم بدیم. این تیمای ارزیابی هم معمولا اصرار دارن که آقا کامل بدین و الان ما نمیتونیم ارزیابی کنیم. اینجا تنها راه مناسبی که در اختیار شرکت ها هست این هست که به کارگزار اعلام کنن فرضاً فرمول محرمان است، جز دارایی شرکت ما فرمول اگه بدیم یعنی کل اطلاعاتمون لو رفته، یا نقشه یا اون متد طراحی که ما برای فلان مثلا تجهیز انجام دادیم نقشه هاش یا روش های طراحیش اینا محرمان است، دارایی شرکت این اگه ما به شما بدیم تو اینترنت لو بره هر کسی دستش برسه میتونه کپی کنه. این موارد معمولا بایستی با این پیشنهاد خاتمه پیدا کنه که بلی ما حاضریم که داور شما بیاد به صورت حضوری بدونی که دیتا از ما بگیره اینو ببینه از نزدیک، هم رو کامپیوتر بیاد طراحیامون رو ببینه، هم کدامون رو اصطلاحاً تو آی سی تی کدمون رو ببینه تو حوزه مواد و متالورژی و مواد و بیوتکنولوژی هم بیاد فرمولامون رو، نحوه ترکیبامون و آزمایشگاهمون رو اینا رو ببینه. و خب داور چون تخصصیه با دیدن اینها تا یه حدی متوجه میشه، تا یه حدی که اون محرمانگی شرکت بخواد حفظ بشه شما میتونید بگید تا حدش رو مشخص کنید و داور هم دیگه اون آموزش رو دارن و کارگزار آموزش دیدن که داور تا حدی که مطمئن بشه این کار داخل شرکت انجام شده جلو بره و بیش از اون جلو نره، چون خیلی از این داوران بالاخره یا همکارای این شرکت ها هستن یا با شرکت رقیبشون ممکنه کار کنن و باید این محرمانگی دانش فنی رو حفظ کرد و با کارگزار عرضم به حضورتون که اینو تعامل کرد. هیچ وقت به کارگزار یه نه قاطع هیچ وقت تو هیچ نگید، همش بگین که ما یه خط قرمزامون مثلا برای دارایی های شرکت و محرمانگیمون مشخصه ولی با شما میتونیم تو این زمینه کامل تعامل کنیم که داورتون بیاد و مطمئن بشه که این کار اینجا انجام شده و ما دانششو داریم. همیشه این تعامل رو بعد از هر نگفتن اصطلاحا داشته باشید، ولی این کارگزارا براشون خیلی راحت تر اگه شرکتی قاطع یه چیزی رو نمیگه بگن عدم تایید، ولی همیشه شما در تعامل رو باشون باز بذارید. درخواست بررسی مجدد هم برای اونایی که رد شدن به هر دلیل گزارش داور مجاب نشدن و دوباره میرن اطلاعاتی میذارن مبنی بر اینکه این داور خوب ارزیابی نکرده و درخواست مجدد انجام میشه، ارزیابی مجدد. یه فهرست شرکت‌های دانش بنیان هم اینجاست و شما میتونید هر شرکتی رو که اسمش رو بدونید یا مثلا در حوزه‌های مختلف اینجا فیلتر کنید یا استانی یا کشوری و ببینید که مثلا شرکت‌های دانش بنیان چی، اطلاعات جزئیش هم اینجا هست. اگر آدم شرکت رو نشناسه خیلی سخته از اینجا دانش بنیان بودنش رو پیدا بکنه، ولی خب برای اینکه مثلا یه شرکتی ادعای دانش بنیان کرد میتونید اسمش اینجا سرچ کنید ببینید هست یا نه و عرضم به حضورتون که به دانش بنیان بودنش پی ببرید. این کلیت سایت دانش بنیان بود.
برای شرکت های دانش بنیان اینجا تقریبا نحوه ثبت نام، شرایط ارزیابی، اینا خدمتون گفتم که تو این فیلد ثبت نام ارزیابی هست دیگه. انشالله از این به بعد هر وقت اطلاعاتی بیشتر نیاز داشتید اینجا رو میتونید مرور کنید. اطلاعات تکمیلی تری هم توی ارزم بزرگتون تو این داده نما و سوالات متداول میتونید پیدا کنید که ارزم بزرگتون که کمک میکنه. من یک چند تا لینک دیگر هم باز بکنم. تمام توضیحاتی که من اینجا خدمتتون دادم به صورت پرسش و پاسخ توی این قسمت فرایند پرسش پاسخ هست. تقریبا کلید این موضوع همین اطلاعات اولیه است که من خدمتتون دادم. با این کلید شما اینا رو که بخونید قشنگ دیگه همه اطلاعات براتون مرور میشه و توی این سوالات متداول و اطلاعات رو میگیرید. اینجا یه سری وبینارهایی رو ارزم بزرگتون اطلاع رسانی میشه تو قسمت داده نما، تو ببخشید تو قسمت رویدادها، و شما میتونید مثلا اونا رو اگه مثلا فرصتش داشته باشید برید. و مثلا الان آخریش که گذاشته 4 بهمن که رد شده دید. این مثلا ساعت 11 تا 13 بوده. یک سری هم فایل هایی هم گذاشتن که حالا من ببینم اون فایل هاشون بود. یک سری ویدیوهایی بود قبلا، خود سایت تغییر کرده این چند وقت من ندیدم که اونا هم میشد به صورت آفلاین دید. بزنید میشد تو مجله باشه. ببینید مثلا این فایل آفلاینش اینجاست. مثلا این آقای صابر تو حوزه معاونت علمی مثلا این یک ویدیو گذاشته برای آشنایی با شرکت های دانش بنیان، 9 دقیقه هست و شما میتونید اینو برید و مرور کنید. اما برای مطالعه بیشتر هستش که مرحله تولید رو هم نداشت مستر رو داره هم خرید رو داشته باشید. شرکت به صورت دانش بنیان خودش خواسته. همین اطلاعاتی که من خدمتون دادم اینجا به صورت چند رسانه‌ای هست. این دانش بنیان نوستر هم میگه که من این الان فقط خدمتون میگم که انشاءالله دیگه تمام شد. خب دوستان ببینید اینم اطلاعاتی که تو سایت هست. یک سری برنامه های حمایتی از دانش بنیان ها هست که مهمترینش صندوق نوآوری و شکوفاییه که به شرکت ها وام میده. ببینید مهمترین حمایت از دانش بنیان توسط صندوق نوآوری شکوفایی انجام میشه. خب خدماتش اینجا هست، تسهیلات داره، تسهیلات اعتباری داره، تحصیل صندوق پژوهش استانی یه سری تسهیلات انجام میشه، ضمانتنامه میده برای خیلی از شرکت‌های دانش بنیان لازمه. رو بحث‌های سرمایه‌گذاری هم یک سری ارزم بزرگتون با یه سری شتاب دهنده‌ها کار کردن، با یه سری از صندوق‌ها کار کردن، هم سرمایه‌گذاری که میتونن سهام بگیرن تو این شرکت‌ها و برن جلو. ارزم بزرگتون که ضمانتنامه، تسهیلات لیزینگ دارن که خیلی تسهیلات خوبی هست، تسهیلات سرمایه درگردش و تسهیلات ثابت دارن. نرخاشون از 4% برای نمونه سازی، 9% برای لیزینگ و 11% برای بقیه تسهیلاتشون هست و تسهیلات سرمایه درگردش 2 ساله میده و ثابتش هم 3 تا 4 سال هست که اینا دیگه بر اساس طرحی که شرکت پر میکنه اونجا دفاع میکنه. ولی شرطش اینه که اولا شرکت دانش بنیان شده باشه و دوما این تسهیلات و ضمانتنامه ها اینا در راستای محصول دانش بنیان شرکت داده میشه و برای بقیه محصول ممکنه شرکت 10 تا محصول داشته باشه مثلا 3 تاش دانش بنیان باشه، برای اون محصولات دانش بنیان میده. یک بخش توانمندسازی دارن که این دیگه فیلدش جداست. تو توانمندسازی دوره‌های آموزشی، مشاور، شرکت در نمایشگاه‌ها، استانداردها، رویدادهای مختلف، گرنت فناوری، مالکیت فکری اینها هست که عمده اینها بلاعوض هست. یعنی مثلا میاد یه دوره آموزشی 30% رو نقد میدین، 70% اینو کمک میکنن،
خدمات مشاوره به همین طریق، خدمات یادگیری شرکتی. شما میتونید مثلا برای داخل شرکت خودتون پرسنل مثلا 10 نفر هستن، یه استاد بیارید یک دوره 3-4 روزه اونجا آموزش بدین، این هزینهشو اینا میدن، تو همین قالب میتونید کار میکنید. خیلی خدمات این جذاب هست برای شرکت ها، مثلا شرکت ها از یه حدی هم که دیگه بیشتر رشد میکنن خیلی از این خدمات استفاده میکنن و واقعا گره‌گشا هست براشون. اینم حالا انشالله دانش بنیان شدیم و شرکت ثبت کردیم و دانش بنیان شدیم، خیلی از این استفاده خواهید کرد. خیلی بستر خوبی داره، آموزش و مشاوره هست، خدمات مدیریت فناوری هست، توسعه بازار هست. اینم یک امکان خیلی خوبیه که ما تو ایران تقریبا شاید سابقه نداشته که یه همچین کاری با این کیفیت انجام بشه و واقعا کمک کننده است به شرکت ها. خب خود صندوق هم که خدمتون گفتیم، علاوه بر این برنامه حمایتی دیگه ای هست توی خود معاونت اینا رو انجام میده. مثلا خود معاونت هم مانند صندوق برنامه های توانمندسازی داره، آموزش مالی تو بحث حسابداری، حسابرسی، تاییدیه و استانداردها، اینا باز موازی اینا رو انداختن. بحث های هست رو بحث حمایت از صادرات و اینها هست که فهم بازار ملی ایران انجام میده. همکاری با سایر دستگاه ها هست که خب شما ببینید از بحث تامین اجتماعی و بودجه پژوهشی دستگاه های مختلف و اومدن بذاریم چیز مختلف رو تو این سیستم دارن انجام میدن و مثلا گواهی های مختلف با استاندارد صحبت هایی شده، مثلا شهرک صنعتی ها زمین رو با ارزم حدود نرخ کمتر، تخفیف بیشتر و قسمندی بیشتر به شرکت دانش بنیان میدن. رو بحث سربازی کار خیلی خوبی انجام شده، تسهیلات سربازی برای شرکت دانش بنیان هست که هم امریه داره هم پروژه جایگزینی خدمت داره و اینا تقریبا دیگه تو این کامل آیین نامه هاش اومده و دیگه این زمانی هستش که شرکت دانش بنیان باشن. خود این توضیح دادن اینا 1-2 ساعت زمان میخواد، منتها اگر اهل مطالعه باشید و حوصله داشته باشید اینا رو که بخونید کامل آیین‌نامه هاش و جزئیاتش و همه تو این شرایط اومده. آلوده میکنه عمل اینجا گذاشتید و کاملا قابل بررسی هست. کل اینها تو این کتاب، تو کل اینها تو این کتابچه 110 حمایت اومده و این کتابچه که دانلود کنید کل پکیج خدمات شرکت دانش بنیان اینجا میتونید ببینید. این کتابچه خوبی در این زمینه آماده شده، دوستان میتونن دانلود کنن و این کتابچه رو مطالعه کنن. اینا کلیاتش اومده، جزئیاتش تو همین لینکی که خدمتون گفتم، آیین نامه هاش و همه محاسباتش و همه اینا اونجا هستش و یک بستر خیلی خوبی هست برایش. مثلا تو این بحث نظام وظیفه خب خیلی جزئیات داره، جزئیاتش اونجا تو لینک کامل هست، دوستانی که خواستن برن مطالعه کنن نحوه امتیازدهی، چه کسایی مشمولش میشن، به چه صورت باید اقدام کنن، همه این موارد هستش. تو بحث استقرار، مثلا استقرار در اماکن مسکونی، حمایت های ساخت داخل، ساخت بار اول، اینا هستش که حالا یه قانون جدیدم در مجلس الان در حال تصویب هست که کلیاتش تصویب شده، شورای نگهبان باید روش نظر بده. یک سری چیزایی که اینجا تو قانون نبوده و تو این حمایت ها اضافه شده اونجا دیگه داره حالت قانونی کامل پیدا میکنه که دیگه دائمی میشه. خب من دستاپو میبندم. توضیحاتی که قرار بود تو این 1 ساعت و نیم خدمت شما بدم تقریبا گفته شد و دوستان اگر سوالی دارن من میتونم خدمتشون باشم، یا تو این جزئیات اگر تو این 10 دقیقه که باقی مونده تا پایان جلسه اگر موردی هستش که فکر میکنید نیاز به توضیح بیشتر داره بفرمایید که خدمتون باشم. خب برای اینکه خیالمون راحت بشه که دوستان سوالی ندارن، کسایی که براشون
موضوع مفهوم بوده و سرشه مبحث رو گرفتن و انشالله میتونن در آینده اطلاعات مکفی رو از اونجا بردارن، یه مثبت بزنن که خیالمون راحت باشه دوستان بودن تو جلسه و دیدن موضوع رو و دیگه اشراف لازم رو پیدا کردن، چون به نظر میسه کسی سوال نداره. ممنون خانم جغتایی، خانم دشگام، خیلی عالی، آقای رشیدی، بقیه دوستان، خانم عادلی، آقای ایرانمنش، خانم الیاتو، آقای سقایی یا خانم سقایی، خانم حسامی فر، ممنون، آقای موحدزاده، آقای خطیب، آقای مقضی، آقای لطفی، آقای دکتر ساقی، آقای یوسفی، آقای کریمی، آقای سالاری، منتظر نظر شما هستیم که خیالمون راحت بشه دیگه. پس ملاحظه فرمودید. آقای و خانم زرگانی، آقای کوهنبر، خیلی عالی، بسیار عالی. ادمین محترم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خواهش میکنم خانم جغتایی، از حضور شما متشکرم و دوستانی که اعلام حضور کردن، چون شاید بعضی از دوستان رفع تکلیفی تو کنفرانس حضور دارن فقط اسمشون میاد. ممنون از حضور همگی. از دوستان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار هم تشکر میکنم بابت برگزاری این جلسه. به هر حال اطلاع از جوانب قوانینی که در داخل کشور هست و کمک میکنه به اینکه ما رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم و ایده هامون رو بتونیم به خواهش میکنم جناب آقای زرگانی، آقای و خانم زرگانی، ایده هامون رو در قالب شرکت های دانش بنیان ببریم جلو و دانش رو به ثروت و محصول تبدیل بکنیم و در کنارش هم از این حمایت هایی که سیستم دولتی برای افزایش توان ملیمون در حوزه تکنولوژی پیش بینی کرده استفاده کنیم. اگر دیگه سوالی نیست و دوستان ادمین نظر خاصی ندارن، ما دیگه جلسه رو خاتمه بدیم. بسیار عالی. از همه شما دوستان خداحافظی میکنم به امید موفقیت روزافزون همگی. خدا نگهدارش.